هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی با عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان برنامه بازشناسی باورها از تلویزیون پارس، ایمان سلیمانی امیری در اولین روز ماه مارس یا مارس و 11 اسفند ما در خدمت شما هستیم. امروز مصادف بود با برگزاری انتخابات. قصد ما این بود که با توجه به عقب ماندگی نسبت به پیرامون انقلاب ها، مباحثی رو که جان لاک مطرح کرد در دو رساله در باب حکومت رو پیگیری کنیم، ولی بد ندیدم کمی در مورد مسئله انتخابات صحبت بکنیم و نگاهی مبنایی بیاندازیم به یک مکانیزم خاصی که چه در جوامع دموکراتیک و چه در جوامع استبدادی به کار گرفته میشه. یعنی هر دوی این سیستم ها سعی کردن از فرایند انتخابات استفاده بکنن، اما اهدافشون کاملا متفاوته. امروز پیرامون این مسئله بحث خواهیم کرد. اگر با فرصتی مواجه شدیم ادامه مباحث جان لاک رو در خدمت شما خواهیم بود. من پیشترها در همین برنامه بازشناسی باورها پدیده سلطانیزم رو عرض کردم، برگرفته از کلمه ایست که ماکس وبر اون رو به کار برد و بعدها اندیشمندانی مثل خورخ خوان لینز از اون استفاده کردن برای تبیین نظام‌هایی که حد فاصل نظام‌های استبدادی و توتالیتر هستند. یعنی میزان استبداد اونها و بسته بودن فضای اونها از بعد سیاسی اجتماعی از رژیم‌های دیکتاتوری شدیدتره، اما نسبت به رژیم‌های توتالیتر خفیف‌تر. ما در این سیستم یک پدیده‌هایی رخ میده که اهمیت دارن و اون به عنوان مثال ریاکاری قانونی است. یعنی سلطان، حالا نامش رو شما بذارید رئیس جمهور یا پادشاه یا امام یا ولی فقیه، فرق نمی کنه، مناسباتش با مسائلی که در درون قانون آمده ریاکارانه است. یعنی او سعی می کنه مجلس که یک نهادی است برآمده از قانون رو به ظاهر محترم بدونه، تشکیلاتش رو محترم بدونه، اما چون میدونه در مجلس صدای مردم شنیده میشه، او نمیتونه صدای مردم رو بشنوه، به اون عمل بکنه یا در کنار نظر خودش پذیرای نظر دیگران یعنی ملت باشه، سعی میکنه اون رو خالی از محتوا بکنه. یعنی اجازه نده نمایندگان مردم وارد مجلس بشن. به ظاهر مجلس هست، صندوق انتخابات هست، نمایندگانی چند صد نفره وارد میشن، اما اونجا صدای مردم دیگه وجود نداره، همه کارگزاران سلطانن. قانون اساسی وجود داره، اما مکانیزم هایی وجود داره که اون قانون اساسی بی اثر میشه یا تفسیرش به عهده نهادهای زیر مجموعه رهبره، مثل قانون اساسی جمهوری اسلامی که مفسرش یعنی روشن کننده شورای نگهبانه، یا اساساً تمام اصول قانون اساسی با یک قیدی روبروست که دیگه صدای ملت، مطالبات ملت، ارزش‌های ملت به چشم نیاد. همینطور احزاب که در جوامع دموکراتیک و توسعه یافته بالاترین حد توسعه یافتگی است در امر سیاسی، خب یک چیزی است قابل پذیرش. ما دیکتاتورها هم حزب درست می‌کنن. دیکتاتورها هم بعضن به بعضی احزاب اجازه فعالیت میدن، اما اونها رو دیگه فاقد محتوا میکنن. یعنی به نزدیکان خودشون میگن شما برید حزب تشکیل بدید، یا اگر گروه های دیگری هم حزبی دارن اجازه فعالیت به اونها نمیدن، بی اثرشون میکنن و بعد میگن بفرمایید ما یه حزب سراسری داریم، 40 میلیون تو کشور هم عضو این حزبن، ما داریم از این احزاب، در گذشته هم بودن. حزب کمونیست مثلا در شوروی کارش همین بود، حزب بعث در عراق کارش همین بود، حزب رستاخیز کارش همین بود. اینا احزابی هستن تک حزبی
که کارشون تایید برنامه ها و اهداف سلطانه. یعنی وقتی رفیق استالین دستور داده کاری بکنید، همه حزب بسیج میشن که اون کار رو حتی اگر غیر منطقی و غیر اخلاقی و غیر کارآمد هست رو موجه بکنن برای مردم و نشان بدن که شما ملت نمیفهمید، اون رفیق استالین یه چیزایی میدونه، به چیزایی دسترسی داره، بهش اعتماد. یا حزب ناسیونال سوسیالیسم کارگری آلمان در تایید فرمایشات پیشواست رایش سومه که آقا ما برنامه هایی داریم، شما ملت باید حالا تحمل بکنید، به ظاهرم اگر مشقتی میبینید، سختی میبینید، عده‌هایی رو میبینید که دورنماش برای سالهای آینده است، تحمل باید. احزاب دیگر هم به همین شکل هست. پس در نظام های تک حزبی کار احزاب به نوعی تایید برنامه های حاکمان اون کشور، اما در نظام های دیگر خب سعی میکنن این احزاب رو به رسمیت بشناسن، حتی اگر دستساز نباشه، مثلا حزبی ممکنه بسیار ریشه‌ای باشه، اما دیکتاتور سعی میکنه یا قانونگذاری بکنه یا به نحوی اون حزب رو تخریب بکنه، نزاهایی رو سبب بشه و حتی اونها رو تحمل نکنه، کنار بزنه. یعنی ریشه کارهای حزبی که بحث و جدل و به نوعی گفتگوهای مختلف و نزاها هست، برای دیکتاتور قابل پذیرش نیست، پس حزب منتفی میشه. کار حتی در پدیده ها به جایی میرسه که نهاد آموزش و پرورش هم خالی از محتوا میشه. شما در نظام های استبدادی ممکنه هزاران دانشگاه ببینید، میلیون ها فارغ التحصیل ببینید، اما در درون اون نظام آموزشی کیفیت به نحوی است که شما انسانی که جرأت بکنه نسبت به مطالبات اجتماعی مردم حساس باشه، با حکومت به چالش و نزاع برخیزه، نمیبینید. اونها رو دیگه به دانشجوها یاد نمیدن، اساتیدی رو استخدام میکنن که در سر کلاس نکته‌ای نگن که فردا مجبور بشن برن در اون گروه آموزشی، در اون نهادهای حراست مربوطه، و کارشون هم از دست بدن. پس این پدیده سلطانیسم که من عرض کردم کارش تاکسیدرمی کردن جامعه هست، برای جامعه بسیار خسارت باره. و من عرض کردم تاکسیدرمی، یعنی تاکسیس به معنای منظم کردن، آراستن، و درما به معنای پوسته. و شما دیدید کسانی که بعضن حیواناتی رو خشک میکنن، تاکسیدرمیش میکنن، به عنوان تزیینات نگه میدارن. همه چیز حیوان ظاهرا سر جاشه اما مرده است. در درون اون نه قلبی کار میکنه، نه معده ای کار میکنه، نه حواسی داره. استبداد با جامعه این کارو میکنه. همه رو میبینید وجود داره، ساختارها هست، اما اون کارکرد رو نداره. به تعبیر روسو قلب تپنده جامعه یعنی مجلس وجود نداره، مغز جامعه که فرمان اجرایی میده مثل دولت که وجود نداره. بنابراین این که در یک نظام دیکتاتوری انتخابات وجود داره، صندوق وجود داره، قانون اساسی وجود داره، دولت وجود داره، نباید ما رو به گمراهی بندازه. اینا کارگزاران آقا هستن و اگر هنوز در این خطا باشیم، طبیعی است که تاوان گرانی رو خواهیم داد. اما مسئله بر سر اینه که چرا رژیم های استبدادی انتخابات رو تیل نمی کنن، با اینکه می دونن به رأی مردم نیاز ندارن، اونا خودشون رأی سازی می کنن، کارسازی می کنن، با اینکه جهان هم ممکنه بدونه که صندوق انتخابات اینا شفاف نیست، دموکراتیک نیست، آزادانه نیست، یک مهندسی انتخابات صورت میگیره. اما چرا نظام ها این رو مستقر کردن، ازش حتی دفاع میکنن و تبلیغ میکنن؟ به عقیده من چند مسئله مهم وجود داره که من سعی میکنم اونا رو تبیین کنم تا شاید بتونه به ما مشخص بکنه که چرا نظام های استبدادی بحث انتخابات رو بی اثر نمیکنن. شما مثلا نگاه بکنید زمانی که در دوران رژیم گذشته بحث انتخابات زنان مطرح شد، یعنی زنان بیان مشارکت بکنن، رأی بدن، رأی بگیرن به عنوان کاندید،
سید روح الله خمینی یکی از کسانی بود که به صراحت اشاره کرد که این زنانی که میخوان بیان رأی بدن فاحشگان هستند. در اسلام ما نداریم که زنی بیاد رأی بده. این حرف فقط او نزده ها. در دوران اولیه مجلس مشروطه هم همین بود. محمد تقی وکیل الرعایا یکی از مدافعان زنان بود برای اینکه بیان رأی بدن و انتخاب کنن و انتخاب بشون. سید حسن مدرس کاملا مخالف اون بود. یعنی به صراحت اشاره کرد که این نسوان ما ناقص العقلن، در دین ما اینا تحت قیمومیت مردانن، الرجال قوامون علی النساء، اینا حق انتخاب ندارن، عقلشون نمیرسه. خب چرا در درون یک تفکر دینی شیعی که از مولا علی ابن ابی طالب بگیرید که زن رو ناقص العقل میداند تا روح الله خمینی که او هم زنان رو ناقص العقل میدونه و به اونها حق رأی دادن و رأی گرفتن نمیده، در نظم سیاسی خودش زنان رو به مشارکت دعوت میکنه؟ دلیلش چیه؟ آیا او اعتقاد داره به این مسئله یا نه؟ حضور زنان میتونه فوایدی هم برای او داشته باشه. یک نظریه پرداز سیاسی، یک تئوریسین سیاسی باید این فضا رو بفهمه و به مردم تبیین کنه که خطاها در کجاست. گاهی ما خودمون بر علیه خودمون داریم کار میکنیم. اولین مسئله‌ای که سبب میشه این مکانیزم انتخابات در نظام‌های استبدادی هم حفظ بشه، مسئله نشان دادن یک فضای دموکراتیکه. یعنی اونا هم میخوان به دنیا بفهمونن که بابا ما هم به مردم اهمیت میدیم، امور مردم رو فقط با نظر شخصی خودمون سازمان نمیدیم، نمایندگان مردم هستن در مجلس، بفرمایید، آزادن، حرف میزنن، رأی میدن و ما هم اون مکانیزم های دموکراسی رو داریم. نهادهای بین المللی که سعی میکنن نگاه بکنن به فرایند دموکراتیک بودن جوامع، خب نگاه میکنن به جمهوری اسلامی هم انتخابات داره. دیدید یکی از این افتخارات ولاییون که همیشه هم میگن اینکه آقا ما سالی یه بار انتخابات داریم به شکل میانگین، یعنی آمارسازی، مغالطه توسل به آمار، که ما بفرمایید شورای شهر داریم، مجلس داریم، خبرگان داریم، ریاست جمهوری داریم، همه چیزو ما داریم. کدام نظام هست که این همه انتخابات برگزار بکنه؟ یا آماری می‌نویسن دست شما میدن، شما باور میکنید؟ چون آمار گول زننده است. ریاضیات با اینکه متقنه، دقیقه، اما هنوز هم میتونه ذهن‌ها رو خراب کنه. ما مغالطه توسل به آمار داریم. میخواد یک دروغی رو موجه بکنید به ظاهر برای مردم، آمار بدید، بگید 30% جامعه اینطوریه. وقتی 30% آمد نشونه دقتی و شما باور میکنید، میگید بله حتما اینطوری. اما آن چیزی که مهمه کیفیته نه کمیت. یعنی از دل این صندوق های هر ساله چی بیرون آمده جز مجیزگو؟ میشه 2-3 نفر افرادی رو به ما نام ببرید که نمایندگان واقعی مردم بودن در مجلس، سر و صدایی کردن، رهبر رو مورد پرسش قرار دادن؟ نه نمیبینید. پس اون صندوق فقط مشخص کنندگان خدمتگزارانه، خدمتگزاران رهبر، نه مردم. بنابراین اولین بچی که انتخابات تعطیل نمیشه در نظام های استبدادی اینه که بگن ما هم دموکراسی داریم، روند دموکراتیک داریم. دومین کاری که ضرورت حفظ انتخابات داره تسویه حساب های درونی است. یعنی نهادی مثل شورای نگهبان که کارش نمود منویات رهبره، با گزینش افراد میخواد یادآوری بکنه که هاشمی رفسنجانی، تویی که تا دیروز استوانه نظام بودی، کاری کردی که از چشم آقا افتادی، امروز دیگه صلاحیت نداری برای ریاست جمهوری کاندید شی، با اینکه قبلا 2 دوره رئیس جمهور بودی، رئیس مجلس بودی، حتی الان هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستی. این بود اون زمانی است که انتخابات های روحانی بود رو عرض میکنم که هاشمی رفسنجانی هنوز زنده بود.
ما ناگهان در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت میشه. چرا؟ چون یکی میخواد بهش تصفیه کنه، او رو برداره. همینطور محمود احمدی نژاد، خیلی از گروه های دیگر. در واقع یک فرایند تصفیه حساب سفید رخ میده در درون نظام های استبدادی. نمیان هاشمی رو بکشن همون اول کار، نه. نمیان احمدی نژاد رو حذفش بکنن، نه. اول سعی میکنن بهش متذکر بشن که دسترسی تو به منابع قدرت و ثروت داره از دست میره، دیگه نمیتونی بری تو استانها گونی پخش کنی، دست کن بدی، بگی من محمود هستم آمدم، شما اگه کاری دارید. دیگه نماینده ما تو مجامع بین المللی نیست، دیگه چهار نفر هم حرفتو گوش نمیده. درسته؟ این مکانیزم بسیار تاثیرگذاره در روند تنبیه نخبگان جامعه. یک نظام سیاسی استبدادی در لحظه اول نمیاد همه رو تصویه بکنه، نه، اول سعی میکنه اونا رد صلاحیت نشون بده که کمی منحرف شدی، بنابراین دیگه در اون سفره قدرت و ثروت شما سهمی ندیدی، برگرد به طرف ما. ببینید چطور میتونه اعلام کنه رژیم؟ در فرایند انتخابات. چون اگر خامنه ای در بیت خودش بشینه به اکبر هاشمی بگه که تو دیگه نیستی، خب مردم نمیشنون. او میخواد این رو جلو مردم هم بیابرو کنه. یعنی میگه آقا از نظر سیستم ما هاشمی رفسنجانی دیگه اون آدم سابق نیست. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و دیگران، همینایی که قبلا با ما بودن، برای ما آدم میکشتن، برای ما غارت و جنایت میکردن، نظام ما رو توجیه میکردن، حالا دیگه غیر خودیان، خواص بی بصیرت. یه کار ویژه است برای نظام های دیکتاتوری فرایند انتخابات. تو خفا به هاشمی نمیگه، هرچند میگه، اونجا هم میگه، اما به شکل علنی هم او رو بیابرو میکنه که این آقا صلاحیت نداره. هرچند برای مردم ممکنه محبوبیت ایجاد کنه که این آقا بس حتما با اونا نیست، اما در نزد خودی ها دارم عرض میکنه، بلاییون دیگه هاشمی رو بیابرو میکنه، دیگه فضا فراهم میشه که ما بریم بیابروش بکنیم، چون رهبرم که دیگه رو رد صلاحیت کرده، معلومه که آقا دست عنایت خودش رو از روی این آقا برداشته. سومین کارویژه انتخابات برای نظام های استبدادی ساختن جناهای خوب و بده. یعنی نظام سعی میکنه با زیرکی در درون فرایند انتخابات یک گروهایی رو بسته به سیاست خودش مجال ارزندام بده، اما شده کنترل شده، حالا تحت قالب اصلاح طلبان عنوان مثال ارز میکنه. این فرایند چرا اهمیت داره؟ این فرایند در فریب افکار عمومی و همینطور جامعه جهانی مؤثره. یعنی جامعه جهانی احساس میکنه که خب در درون این سیستم احزاب و گروه هایی وجود دارن که اینا اصولگرا نیستن، اینا خشک نیستن، چه بسا روی اونا بشه سرمایه گذاری کرد که اینها از طریق یک فرایند دموکراتیک برن وارد مجلس بشن، در اونجا قوانینی رو که مردم نمیخوان تغییر بدن یا چانه زنی بکنن به اصطلاح، یا مثلا به جای محمود احمدی نژاد که چیزی رو متوجه نمیشه یه حسن روحانی نامی بیاد، ما بتونیم با او صحبت بکنیم که مسئله اتمی اینطوری بشه، نقش نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه اینطوری بشه و کار کمی جلو بره. یعنی به جامعه جهانی میخوان یه پیغام بدن که ما فقط آدم بده نداریم، آدمایی نداریم که ظاهرشون یه مقدار چرکه، آدمایی اوتو کشتم داریم. شما فقط به محمود نگاه نکن، به حسن هم نگاه بکن، این یکی هم خوبه. ما دیدیم اصلاحات نزدیک به 20 سال جهان رو فریب داد. در درون کشور هم یک فضایی فراهم میشه که مردم احساس بکنن که خب حالا ما یه آدم خوبه که داریم، در کنار اون آدم بده میشه به اونم تکیه کرد. من یادمه در انتخاباتی که ابراهیم رئیسی و حسن روحانی بود، خود دستگاه سعی میکرد این رئیسی رو یک شیطان نشان بده که مردم برن به سمت روحانی.
و این ترس کارگر شده بود. مشارکت خیلی بالا بود. به این معنی نبود که حسن کلیدساز میتونه کاری انجام بده، نه، به این معنی بود که مردم احساس میکنن از نظر روانی که آمدن رئیسی کار رو بد میکنه. اما دیدید در مکانیزم انتخاباتی استبداد به هر حال خوشخدمتی های رئیسی ها دوباره به جای خودش میشینه. ما ایم که فریب میخوریم 4 سال، ما ایم که فکر میکنیم این جناح خوبه اون جناح بده، بنابراین بریم به این سمت که به این جناح خوبه رأی بدیم. فقط این مسئله این نیست که جامعه جهانی و مردم رو از نظر روانی تحت تاثیر قرار میده. یکی از کارویژه های بزرگی که در نظام های انتخاباتی استبدادی وجود داره مسئله همدست نشان دادن مردمه. این نکته بسیار مهمی است بینندگان عزیز. یعنی شما وقتی میخواید مردم جامعه رو خورد کنید، نشان بدید که در جنایت دست، نشان بدید که در وضع فعلی دست، کمی مسئولیتتون رو بندازید گردن اونا. یعنی شما فکر کنید از نظر روانی به جامعه تزریق میشه که خب اگر وضع بده شما شرکت نکردید پس حق ندادی اعتراض بکنی، میومدی درست میکردی وضع. اونایی که آمدن در انتخابات شرکت کردن میگن خب بفرمایید کار خودتون بوده دیگه، من سید علی خامنه‌ای یک رأی دارم، اما این آقای رئیس جمهور یا اون نماینده مجلسی که از جانب شما اومده مگه انتخاب منه؟ نه، انتخاب خودتونه. یعنی به شکل روانی مردم جامعه رو خورد میکنن. کسانی که رأی ندادن متهم میشن که در امر سیاسی دخالتی ندارن، بنابراین بهتر حرف نزنن. کسانی که آمدن به در انتخابات شرکت کردن و یکی رو پذیرفتن متهم به این میشن که خودتون برگزیدید. اگه این آقا خطا کرده انتخاب شماست، اگه این آقا تو مجلس حرف نمیزنه انتخاب شماست. از اون طرف سعی میکنن از نظر ساختاری مردم رو متهم نشان بدن. یعنی چگونه؟ فرض کنید نماینده وارد مجلس میشه، دیدید دیگه از همین من نمایندگانی که وارد مجلس شدن، زمانی که قیام مردم ایران، جنبش مردم ایران به حرکت در آمد، خب عده‌ای از عزیزان رو دستگیر کردن. 200 و اندی نماینده مجلس گفتن با اینا اعدام بشن. یعنی اینها میان این رفتار و تمایل و احساسات و برنامه های جنایتکارانه خودش رو در قالب قانون تصویب میکنن. قاضی که در دادگاه داره اجراش میکنه میگه این که من تصویب نکردم، نماینده شما تو مجلس تصویب کردن. اگه من فلانی رو اعدام میکنم بر اساس حکمی است که نمایندگان شما ملت در مجلس تصویبش کردن. یعنی شما میشید همدست جنایتکار از طریق فرایند قانونی، از طریق ساختارهای قانونی. میخوام عرض کنم چگونه مرداب ساخته میشه و چگونه مردم بدون اینکه متوجه بشن در درون این مرداب آرام آرام فرو میرن بدون اینکه متوجه باشن. مثل دریا نیست، مواج نیست که در دقیقه شما غرق بشید، نه، مرداب ویژگیش همینه. هرچی بیشتر دست و پا بزنی بیشتر فرو میری، هرچی بیشتر ادعا بکنی تو رو بیشتر متهم میکنه. میگن آقا این قوانین شماست، نمایندگان شما تصویبش کردن. طرف میره در مجامع بین المللی آبروی مملکت رو برده، میگن خب این که انتخاب ما نبوده، شما اومدید 20 میلیون رأی دادید به آقای فلانی، آقای محمود احمدی نژاد یا دیگری، ما چی دارید بگید؟ خیلی اهمیت داره دوستان مسئله همدست نشان دادن مردم در جنایت. رژیم های استبدادی سعی میکنن این فرایند رو که مردم هم سهم دارن در این جنایت به گردن اونا بندازیم، هم از نظر روانی خوردشون میکنیم و هم تبدیلش میکنیم به ساختارهای قانونی، میگیم قانون بوده. شما به عنوان مرد نگاه میکنید، به عنوان زن نگاه میکنید، به عنوان ملت نگاه میکنید،
که ای بابا این من بودم رفتم رأی دادم، این من بودم که به روحانی رفتم رأی دادم. اما جواد ظریف میاد و وقتی صحبت بر سر اینه که چرا در ایران این همه اعدامه، میگه خب این مشارکت مردم دیگه، مردم خواستن این دولت بیاد، این رژیم بیاد، این مجلس باشه، مردم محاکمن بر سرنوشت و خودشون. شما چیکاری حرف میزنی؟ 70% جامعه به ما رأی داده، شما میتونی در برابرش بایستی؟ میخوام میتونی استدلال بکنی؟ در واقع خودتون متهمید در این میانه. توانایی رد اون رو ندید. مورد دیگری که به ذهنم میرسه بدیل سازی انقلابه. ما داریم پیرامون انقلاب ها بحث میکنیم. انقلاب حاصل انسداد سیاسی است، یعنی مردمی میخوان به چیزی برسن اما فضا فراهم نیست، بنابراین میرن به سمت انقلاب. اما موانعی هم وجود داره برای اینکه انقلاب به حالا یا تأخیر بخوره یا کم اثرتر بشه. یکی از اونها همین فرایند انتخاباته، یعنی جایی که رژیم سعی میکنه احزاب یا شخصیت‌های کنترل شده نمایشی ایجاد بکنه که مردم به اون دل ببندن، بگن خب حالا 8 سال به آقای فلانی رأی بدیم شاید خوب شد. به جای اینکه 10 میلیون به خیابان ها بیان، 9 میلیونشو میرن رأی میدن. خب از اون 1 میلیون که کاری بر نمیاد، موج انقلابی برکت در نمیاد، اما اون 9 میلیون 8 سال فریب میخورن و جامعه را هم فریب میدن. چرا؟ چون دیدن سلیمانی امیری اومده، یه آدمی حرفای خوبی هم میزنه، یه ظاهر شیکوپیکی هم داره، حالا قیافش زیاد خوب نیست ولی حرفای خوبی هم میزنه، بریم بهش رأی بدیم. خب همین کارو کردیم ما در زمان خاتمی، همون آقایی که اومد صحبت از جامعه مدنی کرد، دست آخر گفت آقا منظور من از جامعه مدنی مدینه تو نبیه. یعنی اینگونه با روان مردم بازی میکنن، با زمان مردم بازی میکنن، ملت رو به انقیاد در میارن، سرخورده میکنن. اگر خاتمی ها نبودن، اگر امید به میر حسین موسوی ها نبود، چه بسا از همان سالهای قبل این موج انقلابی خیلی خیلی موثرتر میشد، چون مردم احساس میکردن هیچ چیزی نیست جز یک نظامی که فقط آدمای نزدیک به خودش رو داره که از نظر ما مقبول نیستن. دیگه ما رو 8 سال با خاتمی، یه مدت با امید موسوی، یک مدت با حسن روحانی فریب نمیدادن. پس رژیم های استبدادی اینها رو در ذهن خودشون، در اون اندیشکده هاشون دارن که ما اگر نمیتونیم جلوی انقلاب نهایی مردم رو بگیریم، فعلا در اون دخل و تصرف کنیم، بتونیم کاری بکنیم که انقلاب مردم یا کم اثر باشه، تعداد کمی بیان، که اونایی که هنوز امید اصلاح دارن که نمیان تو خیابون، میگه آقای صندوقی هست و یه آقایی هم هست، ما هنوز بریم به سمت اون. پس این فرایند سبب میشه که انقلاب به تأخیر بیفته و از طرف دیگه مردم به عنوان کسانی که هنوز امیدوارند این مکانیزم یا این سیستم جواب بده، میرن به سراغ اون سیستم. شما دیدید یه مدتی همین اواخر هم مردم به افرادی مثل مصطفی تاجزاده ها امید داشتن. در درون سیستم سیاسی یک انسانی مثل سید محمد خاتمی و افراد دیگر با 20 و اندی میلیون رأی نمیتونن کاری بکنن، چون به شخص مربوط نیست، سیستم اجازه نخواهد داد که این افراد بخوان کاری بکنن. نیلوفاصله رو حذف خواهند کرد، در نظامی که ابوالحسن بنی صدرها رو حذف کرده دیگه کنار گذاشتن این افراد کاری نداره. بنابراین بسیار اهمیت داره که ما این مسائل رو بدانیم. یکی دو مورد دیگر هم میمونه با توجه به اینکه به زمان آگهی ها نزدیک میشیم. بعد از بازگشت سعی میکنم اون چند مورد دیگر رو هم عرض بکنم که فضای انتخابات برای ما تا حدود زیادی روشن بشه.
یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر. منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی. انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل. و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده از کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. آژانس امیری این بار شما را به جزایر زیبای یونان دعوت می کند. تور 13 روزه یونان و ترکیه، دیدار از آتن، سانتورینی، میکونوس، استانبول، رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولد‌آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 2 می. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق بنا به استقبال شما عزیزان، تخفیف ویژه GL20 تا 15 ماه فوریه تمدید شد. اشتراک 12 ماهه GL20 بر روی تلویزیون های هوشمند فقط 86 دلار آمریکا. اشتراک 6 ماهه فقط 47 دلار آمریکا. باکس HD 500 با اشتراک 6 ماهه با قابلیت تمدید اشتراک فقط 109 دلار آمریکا. این تخفیف ها فقط برای مشترکین جدید می باشد. برای سفارش لطفاً با شماره تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا به وبسایت glviz.com مراجعه فرمایید. گروه شرکت های گل لاین در شهرهای بزرگ دنیا نماینده فعال می پذیرد. اگر از روابط عمومی بالایی برخوردارید و دوست دارید ساعت کاریتان را خودتان انتخاب کنید، به سایت GL Sales and Marketing مراجعه کنید و فرم مربوط به درخواست همکاری به عنوان نماینده را پر کنید. در صورت تایید سوابق و توانمندی شما به عنوان نماینده شرکت گولد لاین، می توانید برای فروش تبلیغات در GLVIS، شارژ اشتراک GLVIS، شارژ اپلیکیشن تلفنی دیجیتال، سرویس های چاپ دیجیتال و دیجیتال ساینج با شرکت گولداین همکاری کنید. این موقعیت فوق‌العاده را از دست ندهید و همین حالا با ما تماس بگیرید. GLVIS با کمتر از $1,000 در ماه آگهی های تبلیغاتی شما را دقیقاً در استان مورد نظر شما پخش می نماید. آگهی های GLVIS بر روی تلویزیون های هوشمند، تلفن، تبلت های اندروید و اپل و نیز وبسایت پربازدید GLVIS پخش خواهند شد. این آگهی ها علاوه بر ده ها کانال تلویزیونی پربیننده بر روی فیلم ها و سریال های محبوب GLVIS نیز دیده خواهند شد. آگهی خود را به GLVIS بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. 201-647-429-3999. خب، با درود مجدد خدمت یکایک بینندگان گرامی، عرضم رو پی میگیرم با مسئله مربوط به شناخت فرایند و مکانیزم انتخابات که چرا در رژیم‌های استبدادی مسئله انتخابات وجود داره.
ساختارهای انتخابات وجود داره، نمایندگان وجود داره. چند مورد رو در قسمت اول عرض کردم، در قسمت دوم هم سعی میکنم یکی دو نکته رو عرض بکنم، و با توجه به اینکه برنامه امروز هم به نحوی است که بعیده به ادامه مطالب جان لاک بپردازیم، اون رو هم میذاریم برای برنامه روز پنجشنبه آینده. دیگر مسئله‌ای که در مسئله انتخابات به رژیم‌های استبدادی کمک می‌کنه، مشروعیت نهادهاست. امروزه آنچه که ما به عنوان مشروعیت می‌شناسیم، یعنی آن مکانیزم خاص حقوقی عقلانی که وبر مطرح می‌کنه، در قالب دموکراسی معنا داره. بنابراین شما یک مجلسی دارید که مشروعیتش رو یا ممکنه از شخص رهبر بگیره، یعنی او میگه آقا من این مجلس مشاوران رو درست کردم، اعضاشم خودم مشخص میکنم، خب مشروعیت اونا به من برمیگرده. مثلا شورای نگهبان یک مجلسی است که مشروعیتش از مردم نیست، از نهاد رهبری است، یعنی جایی که در درون سنت معنا پیدا میکنه. اما مجلس یه مشروعیت مردمی داره در سیستم های سیاسی، اونجا صدای ملت، صدای مردم، پس مردم هم باید نمایندگان خودشون انتخاب کنن، اونها باید وارد مجلس بشن، حرف مردم رو بزنن، سخنان مردم. حتی جان لاک هم وقتی در مورد مجلس صحبت میکنه، حالا به ذهنم رسید عرض میکنم، حالا البته دیدگاه او قرن 17 است ولی چند شاخصه برای مجلس میشناسه که در مجلس چیزی بدون اطلاع مردم تصویب نخواهد شد. دوم اینکه مجلس باید به نفع مردم کار بکنه، به خیر مردم کار بکنه. سوم اینکه حق نداره وظیفه ذاتی خودش رو، یعنی تصویب قوانین رو، به دیگری واگذار کنه. چهارم که مهمترینش هم هست، اینکه مردم حق دارن نمایندگان خودشون رو برگزینن و همینطور عزل بکنن و دوباره کسی دیگه رو انتخاب کنن. چون بحث ما در مورد جان لاک بود، یه روز پیرامون این مسئله ناگهان به ذهنم رسید که این چهار مورد هم عرض کنم که دیدگاه جان لاک. اون خب بعدها چیزهای دیگری بهش اضافه شد. مقصودم اینه که مجلس مشروعیتش از مردم میگیره. شما نمیتونید مجلس رو تبدیل بکنید به یک مشروعیت دیگری، چون زیبنده نیست، چون خلل وارد میکنه برای اعتبار شما. شما مثلا در گذشته خب همه پادشاهان و خلفا و افراد دیگر وزرایی داشتن، کسانی رو داشتن که مشورت میگرفتن، اما اونا نماینده مردم نبودن، اونا کسانی بودن که از جانب شاه مثلا داره درایت شناخته میشدن، غالبا هم وزرا نالایق بودن، خیلی کم وزیر لایق پیدا میکنید. جان ژاک روسو یه تعبیر جالبی داره در مورد بحث انتخابات و مشروعیت، میگه معمولا مردم خیلی کمتر خطا میکنن، یعنی عموم مردم در انتخابات خیلی کمتر خطا میکنن، اما یک شخص یعنی پادشاه، امام، خلیفه خیلی بیشتر ممکنه مرتکب خطا بشه. به همین دلیلی که جان ژاک روسو میگه شما اگر به یک سلسله پادشاهی نگاه بکنید، تعداد شاهان لایقش دو سه تا بیشتر نیست. شما مثلا به دودمان قاجار نگاه بکنید، 150 سال برای مملکت حکومت کرد. اگه امروز از شما سوال کنم سه تا پادشاه لایق به من میگید، شما ندارید. در نهایت ممکنه برگردید به آقا محمد خان قاجار که اونم لیاقتش با شمشیر و این چیزها بود. اگر به دوران 150 سالی قاجار نگاه بکنید، چند تا وزیر لایق پیدا میکنید؟ به غیر از حالا دو سه تا مثل قائم مقام و امیر کبیر و میرزا حسین خان سپه سالار، کسی دیگه پیدا میکنید؟ روسو میگه میدونید چرا اینطوریه؟ به خاطر اینکه مکانیزم انتخاباتشون مبتنی بر تمایل یه انسانه و یک انسان میتونه افراد نالایقی رو انتخاب کنه. ما در جهان غرب شما وزرایی رو میبینید لایقن، اونا که مردم انتخاب میکنن، نه اینکه مردم اشتباه نمیکنن، نه مردم هم اشتباه میکنن،
ما درصدش خیلی کمتره. میتی قرار من سلیمانی با اون ذهن محدود خودم یکی رو انتخاب کنم، خب تمایلات من به من میگه کسی رو انتخاب کنم که کاملا در خدمت من باشه، یا نگاه من نسبت به جامعه یک نگاهی است مبتنی برای برخی از جنبه ها، مثلا من به اقتصاد نظر دارم یا بعضا به امر سیاسی نظر دارم، میرم وزیر رو انتخاب میکنم که تو اون حوزه خوب. اما یادم میره که مردم امروز مشکلشون چیز دیگری است، رسومی که باید گذاشت به عهده مردم. حالا چرا من اصلا اینا رو عرض میکنم دوستان؟ ببینید، سرنوشت هر کشوری منطبق با ارزش هاشه، منطبق با مطالباتش. مردم دنبال چی میرن؟ سرنوشت همونه. اگر جهان غرب به جایی رسیده که امروز این صلح و آرامش و آزادی های مدنی رو میتونید ببینید، حاصل اندیشه های لاکه، روسوه، هیومه، کانته. هرچند دولت مردان همیشه سعی میکنن زیر این میز بازی بزنن، در این شکی نیست، جنگ های زیادی را افتاده، اما از داره کتاب های اونا شما جنگ پیدا نمی کنی. مثلا کانت رساله داره در باب صلح ابدی یا صلح جاودانی که سعی میکنه تبیین کنه که کشورها چیکار باید بکنن که از جنگ کم بشه. اما خب زمان میبره که این افکار در درون جامعه شکل بگیره. اما روی صحبت هم اینه، در جوامع غربی به سراغ کسانی رفتن که صدای ملت بودن، صدای مردم بودن، سعی کردن تساهل و تسامح رو در جامعه بیارن. اصلا جان لاک رساله خیلی فاخری داره در باب تساهل، که از این نزاهای دینی خودداری بکنن مردم. وقتی دریایی این توریست، شما آبی که از اون مینوشی مسمومت نمی کنن، هاضمت رو به هم نمیزنه. زمان میبره تا این اندیشه ها مستقر بشه. اما همین که الان شما در جهان غرب میبینید مردم در صلح و صفا و آرامش و رونق اقتصادی و تجاری و اینا هستن، حاصل جنگ نیست که هر روز مردم یک کشور به جان هم بیفتن، کاتولیک و پروتستان و یهودی و همه به جان هم بیفتن با مسلمان ها. منطقه ما با استفاده از افکار صدوق ها، کلینی ها، توسی ها و مجلسی ها داریم حرکت میکنیم. فرقی هم نمی کنه پارچه روی سرمون باشه بهش بگیم عمامه یا امامه، که امامه درسته در واقع، حالا ما میگیم عمامه، یا همون پارچه رو به گردن خودمون بستیم به عنوان کراوات. مهم ذهنیت ماست. جامعه غرب این اندیشه های لاک، روسو، هیوم و دیگران رو به کار گرفت، رسید به اون. ما هنوز به فکر اندیشه های مجلسی ها هستیم. بعد میگیم چرا اوضاعمون خوب نمیشه. خب وقتی در اندیشه های مجلسی بحث کفر و مرتد و زن و همه تبعیض‌ها وجود داره، دیگه تو اون جامعه شما به دنبال سعادتی؟ شما به دنبال تساهلی؟ جامعه‌ای که در اون افکارش اینه که زن ناقص العقله، که من خواندم امروز، شما میخواید برابری جنسیتی پیدا بکنید، مشارکت زنان در سطح بالای جامعه پیدا بکنید؟ خب نمیشه. پس ریشه مشکلات خود ما مردم هستیم، ذهنیت ماست. اگه اونو تغییر بدیم زندگی ما دگرگون میشه. میرزا فتحعلی آخونزاده از روشنفکران پیشا مشروطه که سخن جالبی داره، میگه حکما در غرب، که البته در کشور ما هم همین بوده، یک تغییر رویه دادن. در گذشته این بود که اگر یک حکیمی بود، سعی میکرد یه نامهی به حاکم مملکت بنویسه، بگه آقا عدالت بکن، کمتر به مردم ظلم و ستم، هوای رعیت رو داشته باش. شما ببینید سیاست نامه های ما یا اون کلام هایی که سعدی و دیگران دارن پر است از این نصایح به حاکمان، به جباران. میرزا فتحعلی آخونزاده میگه در غرب موضع نصیحت فرق کرد، چون دیدن فایده ای نداره. نفع سلیمانی امیری به عنوان یک دیکتاتور، به عنوان یک جبار، اینه که از آی شهرتی مالش رو بگیره.
ثروتشو بگیره، از بقیه مردم بخواد که در راهش جونشون رو فدا بکنه. نفع سلیمانی اینه دیگه، به عنوان یک استبداد مستبد، یک جباری دیکتاتور. گفت حکما آمدن تغییر موضع دادن، گفتن آقا این سلیمانی درست بشه نیست، بریم مردمی رو که این داره از اونها میدوشه آگاه بکنیم که اون مردم دیگه به سلیمانی باج ندن. دقت کنید روشن فکری رو، مثل آخونزاده که داره دقیقاً نکته دقیقی رو میگه. لاک، روسو، ولتر، دیدرو، دالامبر، همه این اندیشمندان و تاماس پین، خیلی های دیگر که در انقلاب‌ها نقش داشتن، اینا کسانی نبودن که برن به لویی 14 و 15 و 16 و یا جیمز اول و چارلز اول اینا بگن که آقا شما دست از ظلم بردار، چون نفع اونها اینه که ظلم کنن. پس بریم مردم رو آگاه بکنیم که اگه کسی اومد مالش رو بدزده مقاومت بکنه، اگه کسی به عنوان کشیش گفته بیا پیش من مال تو بده من گناهان تو ببخشم جلوش بیسته. اصل روشنگری برای کی بوده؟ پادشاهان رو روشن بکنن؟ نه خیر، مردم رو روشن بکنن. پس اگر میخواییم بدونیم چرا بیماریم و این بیماری همیشه حال ما رو نزار کرده، برای اینی که ببینیم پیرو به کدوم اندیشه ها هستیم. هنوز هم همون نگاه دشمنی رو داریم؟ در امر دینی بله، بین مسلمان و کافر دشمنی است الی ابد، این سنت ابراهیم در قرآن، و قرآن هم دستور داده که یک مؤمن باید به سنت ابراهیم باشه، بین ابراهیم با قومش کینه و عداوت همیشگی است. شما هم باید نسبت به کفار و مشرکان کینه و عداوت داشته باشید. اون دیگران آمدن گفتن نه. جان لاک به صراحت میگه، میگه مگه تو تمام حقیقت دستته که فکر میکنی این حق رو داری که دیگران رو بکشی مورد شکنجه قرار بدی؟ همه حقیقت دست تو نیست، تو فقط بخشی از حقیقت رو داری، بخش دیگر ممکن دست دیگران باشه. پس در نتیجه با تساهل کنار هم دیگه زندگی بکن. پس اهمیت داره برای ما اگر میخوایم ایران خوبی بسازیم، راه ما راه کیست؟ برنامه ما برنامه کیست؟ کدوم آیات و روایات و قرآن رو میخونیم؟ کدوم مقاله، کتاب ها و اندیشه های فلسفی رو پیروی میکنیم؟ زمانی همین اروپا در ادبار زندگی میکرد، برای سرزمینی در فلسطین ارض موعود و ارض مقدس، این مسلمانان و مسیحیان بیش از 100 سال با هم جنگیدن که چی؟ اینجا خونه پیامبر ماست، بریم اونجا رو بگیریم. دوران تبحش و بربریت حاصل همون اندیشه های دینی است. عده اندیشه دینی رو رها کردن، اندیشه فلسفی آوردن، اما از دل اون اندیشه فلسفی هم نزاع برخاست. ملی گرایی های افراطی، اندیشه های لنینیستی، مارکسیستی، کمونیستی، هیچ کس قبول نداره جز ما. سرمایه‌دار دشمنه، یهودی انگله، همه رو باید حذف کرد. خب نتیجهش میشه همون، همون جنگی که در اون میلیون ها انسان کشته میشن. پس خیلی اهمیت داره وقتی ما سخن از لاک میگیم، از روسو میگیم. هدف ما اینه که مردم بدانن به غیر از آیات قرآن و روایت های اسلامی چیزایی هم هست که جهان رو تغییر داده، به غیر از اینکه محمد پیامبر اسلام از غار حرا آمد پایین، که حالا یه سری میگن حرا فرق نمی کن، آمد و مردم رو گفت آقا این 6236 آیه قرآن رو عمل کنی. گاهی رساله هایی وجود داره که کلن 10 صفحه 20 صفحه اما دوران سازن و اون بشر توانسته از انقیاد بیرون بیاد. هدف این هاست. خب من برگردم به ادامه مباحثم در مورد بحث انتخابات. عرض کردم مشروعیت نهادهای سیاسی که از این هاست، و در نهایت این که انتخابات یه کمکی هم به حفظ وضع موجود میکنه. ببینید در انقلاب هر رژیمی باید درگیر 4 بحران بشه، رژیم مستقر. اگر این 4 بحران برای رژیم شکل بگیره، رژیم از بین میره. اولین بحران، بحران مشروعیت، یعنی رژیمی که مشروعیت خودش رو از دست بده.
یعنی مردم بگن که ما این رو نمیخوایم، این آقا نماینده ما نیست، این احکام احکام ما نیست. اصلا چه حقی دارن اینها بر ما حکومت کنن؟ چه حقی دارن که این قوانین 1400 سال پیش رو بیارن؟ یعنی مشروعیت اون حاکم و حکم از بین بره. دوم بحران کارکرده، بحران عملگرایی است. یعنی رژیمی میاد وعده میده که من میخوام همه چیزتون رو خوب کنم، ما میبینی نخیه نه تنها خوب نکرده، درگیر فساد شده، درگیر جنایت شده، و شما دیگه امیدی ندارید که این سیستم یا این نظام بتونه خودش رو اصلاح بکنه، بتونه برای شما سعادت و خیر بیاره. بنابراین دیگه وجودش ضرورت نداره. رژیمی که نتونه عمل بکنه به خوبی، طبیعی که باید بره. این عقل هر انسانی میگه هر کسی برای یک منصبی مناسب نیست، خب باید کنارش گذاشت. رهبر، رژیم، ایدئولوژی، نهاد، سنت، هر کدام کاراییشون از دست بدن باید برن. ما در طول تاریخ بشری هم داریم نهادهایی در گذشته بودن، امروز دیگه کارایی ندارن. خود دین، زمانی خیلی باور میکردن که دین میتونه جامعه رو به صلاح و رستگاری برسونه، اما دین آمد و مردم فهمیدن نه خیر نمیتونه، نتونسته، بنابراین باید بره، از حوزه اجتماعی بره کنار، جامعه سکولار بشه. پس بحران کارکرد هم یکی دیگر از اون بود. بحران سوم بحران مشارکته. یعنی مردم در مراسمی که رژیم در نظر داره شرکت نمی کنن. حالا این مراسم گاهی نمادینه، گاهی در درون مشارکت اجتماعی است، مثل این مسئله انتخابات، گاهی هم مبنی مشروعیتش دینی است، مثل مثلا اربعین، نمیدونم حج یا انواع اقسام چیزا که رژیم میخواد که مردم بیان، دهه فجر مثلا، تجمع سر قبر قاسم سلیمانی در هر کجای مردم نمیان، مشارکت نمیان. این یه علامتی میده که رژیم دیگه مشروعیتش از دست داد. پس بحران مشارکت که من اینجا عرض میکنم یکی از بحرانهایی است که رژیم هایی که انقلاب در اونها داره رخ میده با اون دست به گریبانن. خب ما هر سه اینها رو در جمهوری اسلامی میبینیم. اما راز این که چرا جمهوری اسلامی سقوط نکرده برمیگرده به اون بحران چهارم که هنوز تمام و کمال اجرا نشد و اون بحران سلطه و استیلاست. یعنی آخرین سنگری که رژیم های استبدادی دارن نیروی سرکوبشون. یعنی یک رژیم ممکنه مشروعیت نداشته باشه، کارایی نداشته باشه، مشارکت در اون صورت نگیره، اما چون قدرت سرکوب داره ماندگار باشه. ما در روند انقلاب ها در آینده به این بحث خواهیم پرداخت که چه عواملی سبب تثبیت این مسئله میشن و چه عواملی مؤثرن در ایجاد بحران سلطه و استیلای رژیم که رژیم دیگه قدرت سرکوبش رو از دست میده، توانایی این رو نداره که به هر قیمتی بمونه، و طبیعیه که مردم بعد از گذراندن بحران سلطه و استیلا رژیم رو میاندازن، طرح جدید خودشون رو در درون اون جامعه اجرا میکنه. رژیم سعی میکنه با جذب مردم در انتخابات اون بحران مشارکت رو که من عرض کردم تخفیف بده. یعنی بگه هنوزم مردم ما رو دوست دارن، درسته حالا ما کارمون بد بوده، کارگزاران بدی داشتیم، شاید هم مشروعیت نداریم، اما باز مردم ما رو دوست دارن، باز مردم ما رو میخوان. از حضور در صندوق انتخابات به رژیم کمک میکنه برای انواع جنایت ها و ما رو هم مقصر و همدست رژیم میکنه. در کنار این سبب ساز این میشه که در انقلاب بحران مشارکت کم اثرتر باشه، و پیغام بدی که به جامعه جهانی میده اینه که هنوز در درون این بطن جامعه کسانی هستن که امید مردمن و مردم هم به یک مکانیزمی به نام انتخابات باور دارن که بتونه شرایط رو تغییر بده. امیدوارم با آگاهی مانع از این بشیم که رژیم‌های استبدادی ما رو به بازی بگیرن و از طریق خود ما با دستان و پاهای ما بر ما ظلم. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر که به این مباحث بپردازیم، موفق باشید.
هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتوانند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند.